سرخط خبرها، منابع ازبکستان 360 مگاوات برق صادراتیش به افغانستان را قطع کرده است. جبهه مقاومت، طالبان با داشتن کندک انتحاری تروریسم را ترویج خواهند کرد. امروز فرهاد دریا خانه میلیون‌ها افغان دردمند را مملو از خوشی و شادی ساخت و امریکا بار دیگر مردم افغانستان را در گرداب مرگ انداخت. منابع در شرکت برشنا از قطع برق صادراتی ازبکستان به افغانستان خبر می‌دهد. یک منبع معتبر از ریاست برشنا به روزنامه 8 صبح می‌گویند که بیش از 10 روز می‌شود که ازبکستان 360 مگاوات برق صادراتیش به افغانستان را قطع کرده است. منبع در مورد چرایی قطع برق وارداتی ازبکستان به افغانستان چیزی نمی‌گوید. در همین حال رسانه العین الفارسی گزارش داده که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان در پی پرداخت نشدن پول صرفیه از سوی طالبان قطع شده است. از سوی دیگر برخی منابع وجود اختلافات سیاسی میان طالبان و ازبکستان را علت قطع شدن برق از سوی این کشور می‌دانند. گفتنی است که افغانستان بیشترین برق مورد نیازش را از ازبکستان و تاجیکستان وارد می کند. قطع برق آن هم در فصل سرما شهروندان کشور را با دشواری های زیادی روبرو کرده است. جبهه مقاومت، طالبان با داشتن کندک انتحاری تروریسم را ترویج خواهند کرد. روزنامه 8 صبح گزارش می دهد دو روز پس از حمله مهاجمان داعش بر مهمانخانه چینی ها در کابل، جبهه مقاومت ملی گفته است که طالبان خود ترویجگر افرادگرایی و تروریسم هستند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی سه شنبه شب 22 قوس با نشر عکسی از محل حمله داعش در کابل گفته که طالبان سالیان متمادی بر مدارس، دانشگاه ها، مؤسسات و مکان های پرجمعیت حملات تروریستی انجام دادند. با گفته احمدی طالبان حتی عمل نفرت انگیز و فاجعه بار انتحار را تایید میکنند. سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است این گروه ضمن اینکه واحدهای بمبگذار انتحاری را تحت فرماندهی دارند قطعا افرادگرایی و تروریسم تهدید کننده منطقه و جهان را ترویج خواهند کرد. گفتنی است که دو مهاجم انتحاری دو روز پیش بر محل اقامت شهروندان چینی در شهر نو کابل حمله کردند. در این حمله 5 شهروند چینی زخمی شد. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. بی بی سی فارسی گزارش می‌دهد فرهاد دریا خواننده مشهور افغانستان با همرسانی عکس از فاطمه امیری یکی از جان بدر بردگان حمله انتحاری آموزشگاه کاج در کابل نوشته که او برای درمان چشم و گوشش به ترکیه رسیده است. آقای دریا بعد از اینکه فاطمه امیری در مصاحبه با رسانه‌ها گفته بود که امکان درمان چشم و گوشش که در انفجار مرکز آموزشی کاج صدمه دیده بود در داخل افغانستان وجود ندارد. کارزار جمع‌آوری پول برای درمان فاطمه را آغاز و به گفته خودش با همکاری مردم به بیش از 32 هزار دلار جمع کرد. آقای دریا به تازگی در صفحه فیسبوک خود نوشته که دولت ترکیه نه تنها در بخش تسهیل ویزه به فاطمه و خانواده‌اش ما را کمک کرد، بلکه در یک حرکت زیبای انسانی تعهد سپردند که تمام مصارف بانو فاطمه در شفاخانه‌های دولتی را نیز تا پایان تداعی و صحت‌مندی کامل به عهده بگیرند. فاطمه امیری نوجوان افغان و یکی از قربانیان حمله انتحاری در آموزشگاه کاج در کابل است که در آن 50 نفر کشته شدند و بیشتر از آنها دانش آموزان و دختر بودند. او جراحات جدی برداشت، از جمله یک چشمش را از دست داده است و از صدمه شدید به فک و گوش او وارد آمده است. او ضمن بازیافتن سلامتیش مشغول مطالعه برای آزمون ورودی دانشگاه شد و در ماه اکتبر در امتحان دانشگاه شرکت کرد و به رشته دلخواه قبول شد. حالا رویای او این است که در دانشگاه کابل علوم کامپیوتر بخواند و میگوید از دست دادن یک چشمش در این حمله تنها او را قویتر و مصممتر کرده است. او امسال در فهرست 100 زن الهام‌بخش و اثرگذار بی بی سی از سراسر جهان نیز بود. مختار وفایی در صفحه رسمی تویتر خود گزارش می‌دهد آنتونیو جستوزی پژوهشگر در مقاله‌ای که در بی بی سی فارسی منتشر شد نوشته است که در چند هفته گذشته آمریکایی‌ها برای پشتیبانی از مبارزه طالبان بر ضد داعش حمایت مالی 10 میلیون دلاری در هفته را آغاز کردند. این پول جدا از بسته‌های 40 میلیون دلاری است هفتوار به کابل می‌رسد.
دیدار قندهار، تحولات درونی طالبان از چه قرار است؟ هفته گذشته سفرهای کشورهایی که در افغانستان حضور دیپلماتیک دارند در قندهار با رهبر این گروه دیدار کردند که گفته شده است که این دیدار به درخواست رهبر طالبان صورت گرفته است. در گزارش فارن پاریسی از آن به احضار سفرها تعبیر شده است. در آن گزارش آمده است که در آژندا یونما دیدار 1.5 ساعته با شورای علمای طالبان در قندهار نیز درج شده است. با توجه به سابقه عزلت‌گزینی ملا هیبت‌الله در قندهار که بر رویه سلف و ملا عمر استوار است، این دیدار نشان دهنده تغییر در رویکرد رهبری طالبان است. اما در پشت این سنت‌شکنی چه چیز قرار دارد و تحولات درونی طالبان از چی قرار است؟ منابع مستقل میگویند که این تحولات در ادامه رقابت جنایی طالبان اتفاق می‌افتد و رهبر طالبان در پی افزودن قدرت قندهار در برابر قدرت کابل است. در گزارش فارین پالیسی نیز آمده است که احتمالاً این دیدار نشانه از تلاش ملا هیبت الله برای مرکزیت بخشیدن به قندهار و برگرداندن آن به موقعیتی که در دوران ملا عمر داشته است. پیشتر نیز تغییرات در کابینه موقت طالبان رخ داد که گفته می‌شد دلیل اصلی آن شامل شدن چهره‌های نزدیک به ملا هیبت الله در کابل است، مشخصاً از سرپرست وزارت تحصیلات عالی فیلی ملا ندا محمد ندیم و سرپرست وزارت معارف مولوی حبیب الله آقا به عنوان نزدیکان ملا هیبت الله یاد می‌شود. آینده نامعلوم وزارت اطلاعات و فرهنگ. منابع همچنان میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ تحت فشار فزایند از سوی ریاست استخبارات و وزارت امر بالمعروف نزد منکر طالبان دو اداره نزدیک به ملا هیبت الله قرار دارد. گفته می شود که در عمل کنترل رسانه ها به این دو نهاد افراطی تر واگذار می شود و دست وزارت اطلاعات و فرهنگ از این ماموریتش عملا کوتاه می گردد. گفته می شود که قرار است این دو نهاد در این مورد مستقیما به ملا هیبت الله گزارش بدهند. قبلا شبکه تحلیلگران افغانستان در گزارشی که درباره وضعیت رسانه‌های افغانستان در دوران طالبان نشر کرد مدعی شده بود که رقابت نرمی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر ادارات دولتی مخصوصا ریاست استخبارات طالبان برای کنترل رسانه‌ها در حال حضور است. به نظر می‌رسد که این رقابت نرم حالا جدی‌تر شده است و به ظفر عمومی درز می‌کند. همچنین منابع میگویند که مولوی خیرالدین خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در حال بی‌صلاحیت شدن است. خیرخوا در زمان حکومت کرزی و به درخواست مستقیم او و وکالت موسسه‌ای که حکمت خلیل کرزی رهبری میکرد از گوانتانامو آزاد شد. حکمت خلیل کرزی همان زمان به الجزیره گفته بود که آقای خیرخوا چهره محترم در میان طالبان است و از سوی کسانی که او را میشناسند به عنوان چهره معتدل شناخته میشود. ما معتقد هستیم که او میتواند به ایجاد آدرس طالبان دفتر طالبان که بعداً در قطر ایجاد شد برای پروسه صلح ضروری است کمک کند. آینده نامعلوم امیر خان متقی. منابع همچنان میگویند که سرپرست وزارت خارجه در حال رفتن با حاشیه است. متقی پس از سقوط دولت سابق به رهبری طالبان وعده داده بود که جهان طالبان را در ظرف 6 ماه به رسمیت خواهد شناخت و او از عهده این مهم برمی آید. اما با توجه به تحلل جهان در به رسمیت شناختن این گروه، این تحت فشار قرار گرفته و در حال رفتن با حاشیه است. در مورد جایگزینی او چیز هنوز گفته نشده است.